سلام، علی هاشمی هستم، به کلاس من بینایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قراره با هم دیگه بریم سراغ تابع معکوس منتهای مراتب، این دفعه در زوج مرتب ها. پس بچه‌ها ما توی ویدیوهای کوتاه آموزشی تمام نکات مربوط به فصل اول ریاضی 12 بررسی کردیم، الان رسیدیم به قسمت زوج مرتبش. قضیه چه قراره؟ وقتی من یه زوج مرتب میده و میگه تابع معکوسش رو حساب کن، اولین کاری که باید انجام بدینه ببینی اصلا این معکوس پذیر هست؟ در چه صورتی یه تابع معکوس پذیره؟ وقتی یک به یک باشه. شرط یک به یک چی بود؟ هر x فقط باید یه y داشته باشه و هر y هم فقط باید یک x داشته باشه. آیا این برقراره؟ بله آقا، هر x فقط یه y داره، هر y هم فقط یک x داره. حالا که عبارت من یک به یک هست، برای محاسبه تابع معکوس فقط کافیه جای x و y‌شون رو عوض کنی. اگر این کار انجام بدم چی میشه؟ زوج مرتب من میشه اول 4 و 1، 7 و 2، این ور ماجرا 9 و 6، این ور هم بشه 12 و 5. تمام شد. پس برای محاسبه تابع معکوس در زوج مرتب ها اگر عبارت یک به یک بود، فقط و فقط کافیه که جای x و y رو عوض کنیم. یه تست قشنگ بزنیم از سراسری نمادی گفته f x برابر با x علاوه رادیکال x، ژ برابر بوده با 1 2 5 4 6 5 2 3. در صورتی که ژ اف آ برابر باشه با 5، اون وقت بفرمایید که مقدار آ برابر با چی میشه. این سوالتون میتونی از روش تابع معکوس در زوج مرتب ها حل کنی، اما من یه روش خیلی آسون تر از اون میخوام بهت بگم. ببین، جواب برابر شده با 5 در زوج مرتب ژ، قبوله؟ این داخل چند بوده که جوابش مساوی شده با 5؟ وقتی زوج مرتب رو نگاه میکنم اینا، وقتی جواب بوده 5 یعنی اون داخل عبارت من بوده 6. پس نتیجه میگیرم که اف آ حتما باید مساوی با 6 باشه. خب بنویسمش، اف آ شما حتما باید مساوی با 6 باشه. اف آ یعنی چی؟ توی تابع اف به جای ایکس های خودم باید آ جایگزین کنم. این تابع اف زیبا بوده، به جای ایکس هاش اگر بنویسم آ میشود آ به علاوه رادیکال آ باید مساوی باشه با 6. اصلا لزومی نداره تو این سوال رو حل کنی، فقط کافیه بری سراغ گزینه ها. من چه عددی جایگزین کنم که جواب بشه 6؟ اگر یک جایگزین کنم، یک رو علاوه یک 2 میشه، 6 نمیشه و تو غلطی. اگر 2 یا 3 جایگزین کنم، 2 و 3 که جذر روندی ندارن، پس اینا هم غلطن. اگر 4 جایگزین کنم میشه اول 4 به علاوه جذر 4 که حاصل عبارت برابر با 6 و جواب ایدال در سراسری 91 برابر شد با عدد خیلی قشنگ 4. سوال زیبا در سراسری 96 چی میگه؟ f برابر با یه زوج مرتب خیلی خوب طراح گفته، مقدار ژ هم مشخصه، گفته f منفی 1 ژ 2 برابر با 6 بگو آ برابر با چی میشه. نکته آسون بهت بگم، اگه من داشته باشم f ژ آ برابر باشه با یه عددی مثل b، اگر خواستی بنا به هر دلیلی f رو از بین ببری، اون وقت میگی ژ آ برابر خواهد بود با f به توان منفی 1 b. و اگر داشته باشی f به توان منفی 1 ژ آ مساوی با b و بنا به هر دلیلی خواستی f به توان منفی 1 رو از بین ببری، اون وقت این ور ماجرا می نویسی ژ آ، سمت راست عبارتت می شود f b. چقدر قشنگ شد. پس با توان منفی 1 باید بازی کنی. اگر توان منفی 1 نداشتی، این ور ماجرا میای توان منفی 1 میذاری. اگر توان منفی 1 داشتی، این ور ماجرا توان منفی 1 نمیذاری. خب همین کار رو انجام بدم. برای این الان اف منهای 1 دارم، من میخوام اف منهای 1 رو از بین ببرم، یعنی بفرستم این سمت راست. پس مینویسم ژ 2a باید برابر باشه با چند؟ عملا اف منهای 1 بیاد این طرف میشود اف 6. نتیجه ژ 2a یعنی در تابع ژ به جای ایکس های خودم 2a جایگزین کنم. خب این تابع ژ زیبا، به جای ایکساش اگر 2a جایگزین کنم صورت میشود 2a، مخرج عبارت هم میشود 2a منهای 1. f 6 برابر با چی میشه؟ توی زوج مرتب وقتی که x برابر با 6 بوده، y‌اش برابر شده با 3. پس f 6 هم برابر با 3. بریم سراغ بازی طرفین وسطین. نتیجه از اینجا 6a منهای 3 برابر با 2 تا، یعنی 4 تا آ برابر خواهد بود با 3 که آ چاره ای نداره جز این که برابر بشود با 3/4. پس مجددا با یه سوال خیلی آسون روبرو بودیم در سراسری سال 96.
6 بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.